مقامات افغانستان اعلام کردند که در سال گذشته بیشتر قربانیان انفجار مین و بمب‌های دستاز در افغانستان کودکان بودند. شفیق یوسفی رئیس اداره انسجام و هماهنگی پاکسازی مین در افغانستان گفت در سال 2018 میلادی در این کشور انفجار مین و بمب‌های دستاز و دیگر مواد انفجاری بیش از 1400 قربانی گرفت. این مقام افغان افزود 58 درصد از قربانیان را کودکان و 10 درصد دیگر را نیز زنان تشکیل می دهند. یوسفی ادامه داد برای پاکسازی میدان های مین در افغانستان سانان بودجه 60 تا 70 میلیون دلاری نیاز است اما تنها حدود نیمی از بودجه مورد نیاز در اختیار این اداره قرار گرفته است نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث نیز در نشستی که به مناسبت روز جهانی اطلاع رسانی درباره خطرات مین در کابل برگزار شده بود اظهار داشت ماهانه به طور متوسط حدود 120 نفر در افغانستان بر اثر انفجار مین و باقی مانده مواد منفجره جان خود را از دست می دهند و یا دچار معلولیت می شوند شایان ذکر است اکثر این مین ها و یا بمب های دستاز توسط سنی های تون طالبان در نقاط مختلف کشور افغانستان به کار گرفته می شود.